سلام، احمد بوبل هستم. شما برنامه آواز افغانستان را تماشا میکنید. برنامه‌ای که در سال 2011 در هلند ساخته شد و برای نخستین بار بر روی پرده‌های تلویزیون رفت. رقابت با استعدادترین آوازخوانان یک کشور، البته با همکاری بزرگان موسیقی. چهار مربی در میان هنرجویانی که همه بیشتر از 15 سال دارند در جستجوی بهترین و نابترین صداها می باشند. هر داور در نخست برای خود تیم می سازد و سپس با همان تیم و تلاش برای بهتر خواندن آنان به مساف تیم داور دیگر می رود. این برنامه یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی در جهان است. بیشتر از 50 کشور دنیا امتیاز این برنامه را خریداری کردند و میلیون ها انسان این برنامه را تعقیب می کند. بخش های متفاوت و چالش های گوناگون این برنامه را با دیگر برنامه های موسیقی متفاوت ساخته است. گزینش نادیده، بیا با من و قسمت های متفاوت دیگری که همه در یک برنامه یک ساعته وجود دارد. در این برنامه بزرگترین قدرت زیباترین صداست و بس. مربیان هنرجویان را در زمان انتخاب نمی بینند، بلکه تنها از طریق صدایشان آنان را انتخاب می کنند. حالا این برنامه با نام آواز افغانستان در خانه های شما. تلویزیون طلوع امتیاز نشر این برنامه را خریداری کرده است و قرار است تا از این طریق و در کنار برنامه ستاره افغان بینش موسیقی در کشور را گسترش دهد. اینجا تحول بزرگ رخ می دهد. ما در پی صدای ناب هستیم. در این برنامه قضاوت فقط با شنیدن می شود، نه با دیدن. هنرجویان باید با احساس و خوب بخوانند. تنها آواز در نظر گرفته می شود و آواز را به اساس سر و لای انتخاب می کنیم. ما با تک تک تیم هایمان کار و تمرین کرده تا آواز افغانستان را پیدا کنیم. شما یکی از بزرگترین برنامه‌های تاریخ تلویزیون در جهان را مشاهده می‌کنید. برنامه‌ای که موسیقی را متحول می‌کند. حالا چشمان خود را ببندید و به این برنامه در افغانستان تصور کنید. آواز افغانستان. دوستان عزیز، اینجا اتاق انتظار است. فامیل اشتراک کننده اینجا انتظار، البته فامیل یا دوست خودم میکشن تا ای که در روی استیج چه رقم اجرا میکنن و همچنان جالبتر از ای است که زیاد استرس میداشته باشن فامیل که در این اتاق است، به خاطر که در صفحه که ما در اونجا داریم، در صفحه روی استیج، اجرای روی استیج امو دوست خودم و یا فامیل خودم میبینه که چه رقم استیج البته اجرا میکنن و چقدر مقبول میخوانه و همچنان جالبتر از این قسمت ما در تاریکی هستیم فعلا، به خاطر که یک جای بسیار مهمه براتون نشان میدم و این اتاق است که اینمی لحظه ما هم یک کمک زیر تاثیر آمدیم. به خاطر چی؟ به خاطر این اتاق هیجان است. ببینید چقدر آرامی است، سر و صدا نیست، آرام است و اینجا چند لحظه، البته 20 یا 30 ثانیه اشتراک کننده روی مغز خود تمرکز میکنه تا ای که بتونه خوب روی استیج اجرا کنه. به خاطر آرام بودن خود اینجا یک کمک آرام میکنه و این دروازه را که میبینیم، شما دروازه را باز کنم، این دهلیز است که چند البته لحظه بعد میتونه که اشتراک کننده روی استیج راه پیدا کنه، البته چند قدم به استیج. فاصله کم از اتاق هیجان تا اجرای روی این استیج است که اشتراک کننده اینجا
می اینمی جایی که من استاد هستم جای بسیار مهم است و اشتراک کننده اینمی جا آهنگ خود اجرا میکنه و منتظر چوکی یاوران است که کدام چوکی دور میخوره و کدام یاور ای اشتراک کننده را انتخاب میکنه با تیم خود. و او چهار چوکی را که شما میبینید چوکی یاوران است، یاورانی که با فشار دادن دکمه یکی از اشتراک کننده را انتخاب میکنه. مرحله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز، مرحله گزینش نادیده است و یاوران برنامه هم در جستجوی صدای ناب است. ما را دنبال کنیم. عبید جوینده. عبید جوینده از 10 سالگی به موسیقی را آورده و تجربه موسیقی را با نواختن آکاردیون آغاز کرده بود. اولین آهنگ خود را در دوران دانشگاه اجرا کرد که مورد استقبال گرم علاقمندان موسیقی قرار گرفت. نمانده جز دل کسنگ مانده غزل های خدا دلتنگ مانده نمانده جز دل کسنگ مانده غزل های خدا در این آخر زمان مهربانی سرانگ دل از آهن مانده. در سال 2000 آلبوم به نام گپ‌های دل را به مردم تقدیم کرد. این آلبوم بیشتر مورد علاقه مردم قرار گرفت. در این اواخر آهنگ‌های خیلی آرام از آدرس وی به گوش می رسد. عبید جوینده از یاوران آواز افغانستان است و می خواهد یک تیم خیلی قوی داشته باشد. در این برنامه نقش ما بیشتر راهنمایی است یا یار بودن از قضاوت کردن کرده. ما کسی را ضرورت داریم که امکانات خوب داشته باشه آواز خود. با خود تو را داری؟ ما قرار نیست که به هر اشراک کننده تکمه را فشار بدم و میکمه که سرگیرم هست. خالد جان جوان بسیار با استعداد نواخته با امکانات، ذوق خوب داره، آهنگای بسیار مقبول انتخاب میکنه در خواندن، اما تجربه کاریش کافی نیست. نزیر جان خارم چون شیوه موسیقی یک شیوه موسیقی نسبتا شرقی و محلی است بیشتر، من فکر میکنم که اونا هم به حساب من اطمینان دارم که تیم من انشاءالله اول خواهد بود، لذی که اندوخته هایی که من دارم و هیجانی که دارم که اندوخته های خود بسیار صادقانه در خدمتشان بگذارم بسیار مؤثر تمام خواهد شد و برد از آن ما خواهد بود. قیس الفت در خانواده هنرپرور زاده شد و از سن 4 سالگی با هارمونیه آشنایی پیدا کرد. شور و شوق موسیقی باعث شد تا نواختن تبله را نیز بیاموزد. وی به تعداد زیادی از هنرمندان موسیقی ساخته است، اما در سال 2008 اولین آهنگ خود را به گوش ها شنواند. بی تو دل پریشان است، بیرون می دباران است، بنشین دمیاله نرو، بنشین دمیاله نرو. آهنگ چشمان مست اولین آهنگ وی بود، اما آهنگ‌های دوگانه او با غزال رنگی دیگر دارد و زیاد در میان مردم محبوب است. مشهورترین آهنگ وی به نام عاشقی است. به مثل قیس عاشق شو که زیباست، به مثل قیس عاشق شو که زیباست، جهانش خاک پای عشق لیلاست، جهانش خاک پای عشق لیلاست.
الفت از یاوران دیگر برنامه آواز افغانستان است که با تجربه و اندوخته های خیلی دیرینه این مسئولیت را پذیرفته است. آواز که است یک پروگرام است، اول اینمی خود نامش کل گپ میزنه که صرف آواز است. من جوانان انتخاب میکنم آواز خوب داشته باشن، باز سر از یا سرش کار میشه. یکی از چیز بر شما بگویم که یاورای دیگه خود نفهمه که من هم در شرق میفهمم هم در غرب. آواز خوب داری اگر زیادتر کار کنی یا رشته اکتینگ پیش ببری خود خوبتر شود. ما آوازخوان خوب پک میکنیم، نه که این یک ستایلش هست که او ایچوب یک درشی پوشده، صرف آواز رو میبینیم و ستیج خودمی آواز The Voice of Afghanistan، آواز افغانستان، یک ستیج است که برای جوانان بسیار بسیار یک کمک کلان میشه. کسونا را که من انتخاب میکنم بهترین ها میباشه و تیم من انشالا یکی از بهترین تیم ها میباشه. نظیر خارا. نظیر خارا آوازخانی که بیشتر با موسیقی آشناست و بیشتر هنرجویان این راه را رهنمایی کرده است و با یک آهنگ محلی راه پرخم و پیچ موسیقی را آغاز کرد. گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. یک از سرودهای خیلی معروف و با مطلع گفتم دل بی قرار زیاد طرفدار داشت. نظیر خارا سمت استاد موسیقی را در خانه موسیقی افغانستان لیسه مسلکی موزیک دارد. دختر زیبای شار میمنه بیای یک بار، دختر زیبای شار میمنه بیای یک بار، انتظار تو هستم روز دوشنبه بازار، انتظار تو هستم روز دوشنبه بازار. بویان انگر تشنما، بویان انگر تشنما، بویان انگر تشنما، بویان انگر تشنما، شایدالر نکو بتر یورگم نگشنما. آواز افغانستان فرصت خیلی خوب است برای علاقمندان موسیقی تا از داشته های خوب این آوازخوان استفاده کنند. یک ذره مشکل است انتخاب، چون که چهار تا یاور انتظار است که بهترین آواز بشنونم، دکمه را فشار بتن و بگیرنده گروپ خود. مهم است که یک نفر وقت بخونه حنجره زیبا داشته باشه، یعنی یک حنجره زیبا. قسم پروگرامای درسی خودم جور میکنم، پلانای درسی خود که هر شاگرد بتونه به شکل بسیار ساده استفاده کنه. امیدوار هستم که یک چیز جور شوازد خواه؟ من در این برنامه یک مقدار جدی استم به خاطر از اینکه چهار ماه بسیار وقت کم است برای آموزش و پرورش یک استعداد که در این برنامه اشتراک میکنه. عضو گروپ ما به معنای آواز افغانستان، فراموش نکنین. آریانا سعید. آریانا سعید کسی که موسیقی را از 4 سالگی آغاز کرد. موسیقی در رگ و خون وی جا دارد. او در 12 سالگی توانست برای دانشجویان مکتب خود بخواند و دل همه را به دست آورد. آریانا یکی از بانبان است که بیش از 20 کنسرت زنده موسیقی داشته. Shut up.
آهنگی که او را بیشتر مشهور ساخت آهنگ گل سیب است. آریانا آهنگ‌های دوگانه خیلی خوب را به علاقه‌مندان خود تقدیم کرده که میتوان از آهنگ وی با جاوید شریف نام برد. این آهنگ در خارج از کشور ثبت شده است. کنج لب چی میگی بگو راز دل را، اگر دوست داری نگذاری تنها. آواز افغانستان استیج دیگر است که آریانا سعید من حیث یاور در آن می درخشد و می خواهد اندوخته های خود را با جوانان علاقمند موسیقی شریک بسازد. خب اولتر از هم اگر واقعیت بگویم، بودن در همچون یک برنامه یکی از خوابای ما بوده، یکی از بزرگترین آرزوی ما بود. اولین چیز را که دوستا باید بفهمن و متوجه شوند این است که برنامه The Voice یکی از بزرگترین برنامه ها در روی دنیا است فعلا. اولین نقطه که بر ما بسیار ارزش داره خود آواز است، صداست. یعنی آوازی که بتونه قلب ما را تچ کنه. ما پشت چهره نمیگردیم، یگانه چیزی که بر ما مهم است صداست. آواز افغانستان از گروه مخاط بود. مسیر خان است، مسیر خان قیومی، یکی از اشتراک کننده های وایس افغانستان هستم، یعنی آواز افغانستان. 23 سال هستم، مشتاق از این برنامه بودم که واقعیتش منتظرش بودم که یک روز برنامه آواز افغانستان در افغانستان مروج شد که من بتونم به این برنامه اشتراک کنم. اگر واقعیت پرسند که همیشه که از خواه میخیزم صبح که مادر جان ما پولیش میشینم آزارش میتم، یک کمک خسته میشه ازم، میگه بچه من قنه خان خدا خسته نست، باز پولی مادر جانم میشینم خوصنه مادر خاندن مادر که برش میخوانم باز دگیری هم میشه، چون برادر کلان مسافر است یادش میه. از دلمه شفاق هستم، از شهر کندار و فیلان در کابل زندگی میکنیم. ما خودم از اشتکی بسیار علاقمند موسیقی بودم و حالی هم هستم و می باشم و دوستا بسیار دوستان من را تشویق کرده. هر کس می همه آرزو را داره که مثلا مقام بالا را بگیره و پیشرفت کنه و من هم همه آرزو را دارم که من باید پیشرفت کنم. احمد شکران شیرزاد هستم. می خواهیم در رایندان یک آوازخوان مشهور باشم که در بین مردم مطرح باشم و مردم را بشناسم تا ما بتانم از این طریق مزدر خدمت به هموطنان بشم. علاقمندی بیشترم خو از بسیار مدت‌های زیاد بود، از طفولیت بسیار شوق علاقه بیشترم به موسیقی بود و مشوق اصلیم فامیل عزیزم است و همچنان مامایم. هدفم رو آوردن به موسیقی قسمی است که ما در آینده بخیر اگر خواست خداوند بود ما محبوب شوم در جامعه خود، اثر خدمت از طریق هنر موسیقی از طریق آواز خود بتانم که خدمت به جامعه خود کنم. احمد سمیر هستم، بکر تخلص میکنم. ما هم یکی از علاقمندان برنامه آواز افغانستان در زمانی که پرده تلویزیون اعلانش شنیدم اجل راجستر کردم خدا ثبت نام کردم تا بالاخره خاطر بهشتون بخیر بیایم امتحان بتم کامیاب شوم. دوستای عزیز، برنامه آواز افغانستان و یک بخش بسیار مهم
چیزایی را که شما از طریق تلویزیون شما تماشا نمیکنین او را از طریق آنلاین میتونین تماشا کنین و همچنان ما قاصدک داریم. قاصدک بسیار زیاد هم فعال است و هم هر خبر را البته پیدا میکنه و البته از طریق آنلاین شما میتونین او خبرها را البته ببینین و همچنان اینجا یک ویدیوی انداختن که تا حال ما هم این ویدیو رو ندیدیم، بین ببینیم که چی است. سلام دوست عزیز، شما بیننده برنامه آواز افغانستان از تلویزیون طلوع هستین. قسمی که همتون آگاهی دارین این بزرگترین برنامه موسیقی در سطح افغانستان است و شاید برتون تعجب آور باشه که ما چرا در چوکی یاورای ما شیشتیم. بله، این چوکی آریانا جان سعید هستن و در چوکی از اینا شیشتیم و شاید برتون سوال برانگیز باشه که چرا چوکی یاورای ما پشتشان به طرف اشتراک کننده هست. بله، روند برنامه قسمه هست که یاورای ما پشتش به طرف اشتراک کننده ها می باشه، اونا فقط آوازشان هم شنوه و وقتی که آوازشان خوششان آمد می فهمین چی می کنه. بیا که یک دفعه امتحان کنیم این تکمه را قسم فشار می دم. بله دوستا، وقتی که اولین بار یاور ما تکمه را فشار میده و روش به طرف اشتراک کننده میشه، ای به این معنی است که اولین بار از چهره اشتراک کننده را میبینه. بر معلومات هرچی بیشترتان میخواییم این را بگویم که اگر 2، 3، یا 4 یاور ما تکمه را فشار دادن روشان طرف اشتراک کننده شد، ای به این معنی است که باز او خود اشتراک کننده تصمیم میگیره که در گروه کدام یاور ما باید باشه. بله، و قسم تکمه را فشار میتن و آهنگ از اونا را تایید میکنن که اونا مقبول خواندن. دوستا، در صفحه فیسبوک آواز افغانستان هستیم، تقریبا 4000 لایک تا حال دوستا لایک کردن برنامه را و همچنان این تصاویر از برنامه هم است و همچنان تصاویر از داورا و بخیرم که یک تصویر بسیار جالب از برنامه سلطان زوی است که واقعا یک برنامه جالب بود با یاوران برنامه و همچنان اینجا ما هم هستم برای این بیوگرافی خودمون است و اینجا یک عکس بسیار مقبوله که یک هم شده واقعا جالب است و همچنان بیوگرافی تمام یاورای برنامه هست از قیس رالفت و غزال و همچنان یک پروموشنی که شما میبینین از طریق تلویزیون طلوع جنرال پرومو، البته ای هم در برنامه هست و همچنان شما میتونین بعض معلومات که از طریق فیسبوک هست و قاصدک برنامه رو بازم فراموش نکنین. قاصدک برنامه بسیار فعال است. دوستا، یاورای برنامه ما 4 تلفن دارن و هر کدامشان کوشش میکنن که اپدیت باشن در تویتر البته و بعض اشتراک کننده هایی که اشتراک میکنن و بعض اشتراک کننده هایی که خوش ندارن اونا رو زودتر تویت میکنن و شما هم میتونین تویت کنین در تویتر و همچنان تویت از یاوران برنامه رو بخونین و گپ بسیار مهم ای که البته یاوران برنامه هم با خود البته دور هم ششته بودن و گپ از توییت بود که چیزای جالب و چیزایی را که البته اونا توییت میکنن در توییتر شما میتونین از طریق توییتر اونا را ببینین و بخونین و چیزایی را که شما از طریق تلویزیون دیدن هم میتونین شما میتونین از طریق توییتر هم آگاه شوین. دوستا، این بود چیزای جالبه که براتون نشان دادیم و از طریق آنلاین شما میتونین با ما وصل شین و همچنان گپ بسیار مهم که هفته آینده برنامه آغاز میشه. مرحله اول مرحله بسیار حساس و مهم است از آواز افغانستان که گزینش نادیده هست و هر یاوران برنامه کوشش هیره دارن که تا بتانن یک تیم قوی جور کنن و همچنان یک چند صحنه از اشتراک کننده است که بسیار جالب است براتون نشان میدیم. وی عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم وی دار و نداره دل من نوازش کو عزیز
سنگی مثل برگ به نفس عزیز من عزیزی همیشه اگر روز نیایم با پیشت نمیدانم چی میشه چی میشه چی میشه توی عاشق من عاشق ترینم یا دستت بده بهترینم توی دار و ندار دل من نوازش کو عزیز شیرینم اشتر معرفی که؟ انیل یارزاد هستم. انیل جان موسیقی یاد گرفتی یا پیش خود یاد؟ نه خیر استاد مسلکی آموخته. انیل جان تو میفهمی چی خوب یک ستیج خوب داری چی خوب یک روحیه داری برای ستیج هیره میفهمی؟ نه میفهم چی بگم چهارش ما یاوران قابل افتخار هستن پروگرام آواز افغانستان یک پروگرام است که صرف آواز مهم است. ما چهره اشتاکندار ندیدیم، نمیفهمیم که چه قسم هستن اینا، چه قسم کالا پوشیدن، مویاشان چه قسم است. ما صرف آواز رو میبینیم و از طریق آوازشان ما انتخاب میکنیم شان. آره جان این جلسه خوش نکن تا وقتی که انتخاب نکنی دیده نمیتونی میفهمم اینی یک گپ خوب میبود اگر میدیده می مشکل است تو خیر است صدام مهم است که صدایش بشنوم چه قسم صدا رو میشنوم نیده یه چیز جالب است که باز دار میخوری بفهمی که کی از پیش روی چی توقع داشته باشی از این خاطر آه بسیار جالب است دل من گواه آن است که رسم بهش قطعی گل برای که شرک کنیم دیگه از کیفیت های بسیار ابتدایی یا آوازش برخوردار باشه من یک انتخاب بسیار خوب هستم بدل از اینکه من اندوخته زیاد دارم که سر آوازشان کار بکنم و او را انکشاف بدم و از اونا یک چیز جور بکنم برای برنده تیم خود ما در این برنامه داوری نمی کنیم ما یار و یاور اشتراک کننده هستیم که اونا را می رسانیم از چنگی مثل برگ به نفش عزیز من عزیز همیشه از چنگی مثل برگ به نفش عزیز من عزیز همیشه عاشق من عاشق ترین یاد دست دست بهترین جوان ها که در گروه ما من سرشون ریاضت بسیار پخته و صحیح علمی ریاضت سرشون میکنم